گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می کند دیدگاه های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد، با این امید که فضای گسترده تر برای تقابل اندیشه ها به دست آید. نگرش های متفاوت را برمیتابیم، پاکیزگی کلام را پاس می داریم و با هم به گلگشت می رویم. با صمیمانه‌ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از آنتن تلویزیون ایران فردا خدمتتون ارائه میدم با دو مهمان گرامی برنامه امروز، و در طی برنامه سعی خواهم کرد مسائلی رو که مربوط هست به کشورمون و مسائلی رو که مربوط هست به فعالیت‌های هموطنانمون در خارج کشور، موفقیت‌هایی رو که هموطنان خوب ما واقعاً در تمام دنیا داشتن و افتخار آفریدن، و در قسمت اول مهمان ارجمند برنامه امروز آقای دکتر خاوری، کاندیدای فرمانداری ایالت بسیار زیبا و وسیع فلوریدا هستند که باشون صحبت میکنم، و در قسمت دوم برنامه با آقای مهندس حسن شریعت مداری. من برای اینکه وقت بیشتری رو در این قسمت برنامه نگیرم، سعی خواهم کرد خیلی کوتاه اشاره بکنم به اون چه که هفته پیش ما شاهدش بودیم، اعلامیه یا صحبتی رو که آقای خامنه‌ای کردن بعد از اون صحبتی که در مورد کنترل جمعیت کرده بودن، مسئله محدود کردن فعالیت سیاسی دانشجویان رو پنجشنبه گذشته مطرح کردن، که در این مورد و مورد مسائل دیگر روز با آقای دکتر با آقای مهندس حسن شریعت مداری گفتگو خواهم کرد. ولی در قسمت اول برنامه مهمان ارجمند برنامه این ساعت برای اولین بار آقای دکتر فرید خاوری هستن که همونطور که اشاره کردم کاندیدای فرمانداری ایالت بسیار بسیار زیبا و وسیع فلوریدا هستن. آقای دکتر خاوری سلام میکنم خدمتتون. سلام بر شما جناب آقای حجازی عزیز و بینندگان محترم تلویزیون ایران فردا. آقای دکتر خاوری، برای اینکه فرصتی نیست که من بخوام بپردازم به بیوگرافی شما، خودتون یک اشاره کوتاهی بفرمایید به سوابق کاریتون و چطور شد که به فکر این افتادید که خودتون رو کاندیدا بکنید در کشور و به خصوص در ایالتی که بسیار وسیع و رقبای بسیار قدری به اصطلاح در مقابل شما هستند. جناب آقای اجازی، اونطوری که شاید اطلاع داشته باشین، من اقتصاد خوندم. بله بله. در قسمت محیط زیست، اقتصاد و انرژی و مسائل مخصوصا مسائلی که مربوط به خرجای اجتماعی هست خیلی توجه کردم. بله. و متوجه شدم که این اقتصادی که ما الان داریم که بر اساس خرجهای اجتماعی بنا شده است و خرجهای تکراری، این اقتصاد از هم پاشیده خواهد شد و همینطور که ما میبینیم داره پاشیده میشه. بله. و دلیل اینکه همه به جون هم افتادن در هر جای دنیا که نگاه کنید، دلیلش همین است. چون سعدی گفته باید به حال آن کسی گریست که خرجش 19، دخلش 19 و خرجش 20. بله. و این سرنوشتی که ما داریم، من یک کتابی نوشتم در مورد اقتصاد بدون هزینه که نشون میده که چجور ما خرجای تکراری و خرجای اجتماعی رو از بین ببریم. و من وقتی که 4 سال پیش در سال 2000 معذرت من در سال 2009 متوجه شدم که این کسانی که ما به عنوان سیاست مداران داریم در هر جای دنیا، حتی در امریکا و اروپا، اینا چیزی که متوجهش نیستن اقتصاد هست. و اون چیزی که اینا متوجه علاقه دارن اینه که قدرت در دست بگیرن، مردم ها بچاپن
به همه برنامه‌ای که نگاه می‌کنیم به اون متوجه میشیم که آخرش عاقبتی نداره، همینطور که می‌بینیمش داریم می‌بینیم هر روز داره وضع بدتر میشه. از این روز یک روز متوجه شدم که یک نقطه‌ای رو خوندم یک جایی که نوشته که اگر شما وارد مسائل سیاسی نشید یک روز متوجه میشید که یک کسی رو شما حکومت میکنه که کمتر از خودتونه، از خودتون لیاقتش کمتره. این که خوندم یک مرتبه یک برقی در مغزم روشن شد و تصمیم گرفتم که برای این فرمانداری ایالت فلوریدا برم. من گویم که پولی نداشتم و نه به صورت اونهایی که مثلا آقای ریکسکات که گورنر الان هست 75 میلیون دلار خرج کرده است، پول خودش تقریبا خرید. من با برنامه اقتصادی دارم پیش میرم و دفعه قبل زیاد موفق نشدم چون کسی من نمیشناخت، یک نکاتای منفی هم داشتم چون اسمم فرید خاوری بود و جو سمیت نبود، ایرانی هم بودم و خیلی از این نکاتای منفی شامل حالم میشد. بگوی که حالا هست ولی الان منو میشناسن و بیشتر بهم توجه میکنن و مخصوصا فکر میکنن متوجه هستن که من یک کار خیری را میخوام انجام بدم. آقای دکتر مخصوصا همه گروه های مختلف هم این عقیده را دارن، نه تنها دست چپی ها یا از اشخاصی که دنبال محیط زیست هستن، بلکه حتی ریپابلیکن و تی پارتی هم حرفای منو قبول دارن. چون درد مردم بیکاری که به وجود بیاد وقتی خونه شما رو از شما پس بگیرن، وقتی شما درآمد نداشته باشید، وقتی که شما خوراک نداشته باشید بخورید، این درد برای همه یکسانه، چه دموکرات باشید چه ریپابلیکن باشید چه تی پارتی باشید هر کسی باشید دردناکه. و این من جوابگوی این مشکلات هستم و برنامه‌ای دارم که نشون میدم. آقای دکتر خاوری، شما به صحنه بسیار سختی پا گذاشتید و همونطور که گفتید، اتفاقا همین چند وقت پیش بود که رالف نیدر مقاله خیلی در یه سخنرانی خیلی مفصل راجع به این که دیگه سیاستمداران امریکا در واقع دارن این وضعیتی رو که دارن و پست‌های رو مقام‌هایی رو که به دست میارن از طریق پول و خریدن این مقام‌ها هست و شما همونطور که اشاره کردید احتمالاً از نظر مالی نمیتونید رقابت بکنید با رقبای خودتون. تا چه حد امیدوار هستید که بتونید در این مبارزه پیروز بشید و چه عاملی باعث میشه که واقعا این کار رو پیگیری بکنید و امیدوار باشید که این کار انجام بشه؟ ضمناً یک کوتاه هم راجع به فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی خودتون در فلوریدا اگر به بینندگان توضیح بدید بد نیست. خیلی متشکرم، بفرمایید. خواهش میکنم. درسته که پول یک رول خیلی بزرگی رو بازی میکنه. این دفعه اول خیلی من اثر داشت، ولی الان مردم پیغام من رو شنیدن، مخصوصا گروه های مختلفی که هستن که باشون تماس گرفتم، مخصوصا کسایی که بیکار هستن، مخصوصا کسایی که دنبال آزاد کردن مدیکل ماریجوانا هستن. حالا ما فکر میکنیم ما بایستی همه در فکر نشه شدن هستن، ولی نه، مدیکل ماریجوانا مال طبی خیلی به درد میخوره، بهتر از طب شیمیایی هست. و این گروه های مختلف و هم گروه های که مال محیط زیست هستن اونا هم دنبال من هست و امکان این خیلی زیاده به عنوان ایندپندنت که من میرم، خیلی امکان زیاد هست که اگر برندم نشم خیلی نیروی بزرگی خواهم بود در آینده، ولی من امیدوارم که برنده بشم. چرا؟ چون پول برای من زیاد مهم نیست به اون صورت. من میلیون ها پول احتیاج ندارم. آقای ریکسکات قول داده که 100 میلیون دلار خرج میکنه که آقای چارلی کریست رو نابود کنه، که اون قبلا گورنر فلوریدا بود که از حزب ریپابلیکن بود، الان میره دموکرات و آقای ریکسکات هم مال ریپابلیکن. آقای چارلی کریست هم 50 میلیون دلار جمع کرده که با آقای ریکسکات بجنگ و اینا همدیگر را دارن نابود میکنن. اون میگه تو دوزی، اون یکی میگه نه تو خرابکار، دوزم خودتی. این برنامه دارن پول خرج این میکنن. من این پولا را احتیاج ندارم که این کارا بکنم، چون تا حالا یک نفر نشده چیز بدی بگه جز این که گفتن که آقا این اسمش مسلمونیه، عربیه و
و خودش مسلمونه. این چیزا دوتا نکاتی بوده که مردم میگن، که بعدا من باشون تماس گرفتم گفتم خیلی خوب در مورد برنامه اقتصادی منم صحبت بکنید ببینید مردم چی میگن و اونا رو بهشون بگید که وضع زندگیشون بهتر میکنه. من یک ذره پول احتیاج دارم و اون زیاد نیست، مثلا اگر اونا 100 میلیون احتیاج دارن من 100 هزار دلار بیشتر نمیخوام، چون فقط کاری که من باید انجام بدم این است که اسم خودم رو به گوش مردمان عادی برسونم و هر کسی که اسم منو بشنوه برنامه منو ببینه و بدونه که من به عنوان یک کاندیدای ایندیپندنت میرم، خیلی آنان به طرف من میان. من مطمئنم که الان که الانی که اینطور نشستیم من خودم شاید تعجب بکنم که چقدر رأی خواهم آورد، چون الان من متوجه شدم که میبینم خیلی گروه های مختلف با من تماس گرفتن و میخوان کمک بکنن و اگر دوستان ایرانی بتونن کمک بکنن این بزرگترین کمکی میشه و اینم افتخاری نیست که من برای خودم جمع میکنم. ما یک ایرانی هستیم، دیدید که مسابقه تیم فوتبال رفت ما چقدر ناراحت شدیم وقتی که ما باختیم، ولی وقتی که داشتیم نزدیک بود ببریم همه افتخار میکردیم و اینا. اینم اگر یک ایرانی بتونه گورنر فلوریدا بشه افتخاری خواهد بود برای همه جامعه ایرانی، مخصوصا اگر ما بتونیم وضع اقتصاد فلوریدا رو درست کنیم. این برنامه میشه که در همه جای دنیا میشه پیاده کرد و این افتخار میشه که نصیب همه ایرانی ها میشه. حالا چیزی من خوندم و چه کار کردم، من در 10 تا کتاب نوشتم در مورد اقتصاد، در مورد محیط زیست، همه این کتاب هم در مورد فایننسینگ، در مورد انرژی، خاورمیانه، همه اینا رو من نوشتم 10 تا، به زبان آلمانی پخش شده، به زبان انگلیسی هم پخش شده و چند تا مقالات هم و اینا در زبان فارسی چاپ شده. و من از زمانی که بچه بودم 18 سالم بود در سپاه دانش خدمت کردم و مدرسه ساختم و 60 شاگرد داشتم در بیاول اولیا در رودبار رش در شمال ایران و این مدرسه با دست خالی با کمک روستایان یک مدرسه 4 اتاقی را ساختیم. امروز در امریکا کار آسونی این کار کردن، چون همه چیز هست، همه امکانات وجود داره، فقط چیزی که لازم داره لیدرشپ و برنامه و کسی که بدونه چه کار بکنه و بتونه با مردم تماس بگیره. من به اضافه اون در بیزنس سابقه دارم، در قسمت تولید و سرویس هر دوتای شرکت داشتم و همیشه موفق بودم و بعدن هم دوتا پتنت دارم در مورد هیت اکسچنجر و یک ارتوپدیک پیلو و اگر این ما برنامه‌ای که بتونیم پیاده کنیم ما باعث میتونیم یک اجتماعی به وجود بیاریم که تامین اقتصادی در اون وجود داره و همه از نعمت اقتصادی برخوردار خواهند شد. کار آسونیه، اون چیزی که مشکل هست مسائل اجتماعی هست که ذره مشکل تره و اون مسئله اجتماعی هیچ وقت حل نخواهد شد از اون موقعی که بشر به وجود آمده است تا حالا وجود داشته و بعد از این هم خواهد داشت. فقط رایی که میشه اون مسئله رو حل کرد اینه که با از خودگذشتگی اونو انجام بدیم، با تالرنس انجام بدیم و الا مسئله اقتصادی میشه در ظرف 15 دقیقه حلش کرد، خیلی آسونه و فقط اون سیستمیه که ما بایستی به وجود بیاریم. شما میدونید که ما خشت و گل برمیداریم میتونیم کلبه بسازیم و یا میتونیم طاق کسرا بسازیم، ما میتونیم همون مرغ رو برداریم باش مرغ مثل چارچیکن و KFC کنتاکی فرای چیکن درست کنیم یا میتونیم چلو جوجه کباب درست کنیم. بستگی به این داره با اون ماده ما چه کار بکنیم. آلمانیای شرقی رفتن همون ماده رو برداشتن و ماشینی ساختن به عنوان چابانس که مثل خودی حلبی بود و همون آلمانی غربی ها همون ماده های رو برداشتن و باش مرسدس و BMW و پورشه ساختن. همه این چیزا بستگی داره اون سیستمی که شما به وجود میارید، میخواید به مردم خدمت کنید یا به اون پولدارا. و ما در ایران داریم میبینیم که وقتی که یک کسی که بی لیاقت سر کار بیاد بعضش همون خواهد شد که ما داریم میبینیم، اونم فرق نمیکنه چه در امریکا باشه، در ایران باشه یا در امریکا. بی لیاقتی
و بی برنامگی و ندانستنی همه چیز رو خراب. خیلی ممنونم، انشالله در فرصت دیگری من با شما مفصلا صحبت خواهم کرد. آقای دکتر خاوری، اشاره کردید به دو تا پتنت، پتنت اول چه بود؟ اون رو من متوجه نشدم. پتنت در مورد چک والو بود و پتنت دومی در مورد ارتوپدیک پیلو بود. این اولین چیزایی بود که من ساختم و خیلی دیگر هم میتونستم بگیرم که دیگه نکردم این کارا. و من رشته مهندسی رو نخوندم، فقط 3 سال در هنرستان یزد بودم. من یزدی هستم و در هندوستان در ایران دنیا آمدم، در هندوستان بزرگ شدم. در ایران من از کلاس ششم تا دوازدهم اونجا بودم، 2 سالم رفتم سپاه دانش، بعدم رفتم آلمان اونجا تحصیل کردم، دکترام را در رشته اقتصادی در آلمان گرفتم و در سال 1977 به امریکا آمدم. خیلی ممنونم آقای دکتر خاوری، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، امیدوارم موفق بشید و جزو کسان جمعیت زیادی از هموطنانمون باشید که برای کشور ما و برای شخصیت واقعی مردم ما افتخار میآفرینید. با شما در تماس خواهیم بود و بیشتر از شما خواهیم شنید راجع به پیشرفت کاراتون. از شما خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه من گذاشتید. خواهش میکنم، لطف فرمودید، خیلی ممنونم، خدا نگهدار. خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. بینندگان عزیز، میرویم و برمیگردیم و سعی میکنیم تماس خودمون رو با آقای مهندس حسن شریعت مداری در هامبورگ آلمان برقرار بکنیم و باشون صحبت بکنیم. با ما باشید. من از کجا بند از کجا باده میگردم سانیا، من از کجا بند از کجا باده میگردم سانیا، آنجا میجان افسای را بینندگان گرامی
تلویزیون ایران فردا. در این قسمت از برنامه به هامبورگ میریم و گفتگوی خودمون رو همونطور که در آغاز برنامه مطرح کردم با آقای مهندس حسن شریعت مداری، فعال سیاسی، شخصیتی که معرف حضور همه شما یا اکثریت شما بینندگان عزیز هستن آغاز میکنم. آقای مهندس شریعت مداری سلام میکنم خدمتتون. من هم سلام دارم خدمت شما و سلام به همه بینندگان شما. خیلی متشکرم. مهندس، این روزا واقعا مسئله عراق مسئله بحث روز شده، حالا صرف نظر از اون رویدادهایی که در ایران شاهدش هستیم و سیاست‌های عجیب و غریب و کارهای حیرت انگیزی که حکومت میکنه، در مورد صحبتی که روز پنجشنبه آقای خامنه‌ای در مورد اینکه دانشجوها بهتره که فعالیت سیاسی نکنن، که در واقع منع کرد اون رو و گفت که دیگه فعالیت سیاسی نکنن و به درسشون بپردازن، این درست مخالف اون چیزی است که آقای به اصطلاح رهبر انقلاب یعنی آقای خمینی مطرح کردند و گفتند که باید فعال باشن دانشجویان و مسائلی که اونجا میگذره، که حالا این رو من میخوام بگذارم برای قسمت دوم گفتگویی که با شما دارم. در قسمت اول میخوام بپردازیم به مهمترین مسئله روز، مسئله عراق. چه خبر اونجا و تا چه حد مسئله عراق میتونه اثر بذاره روی سرنوشت کشور ما و سرنوشت مردم ما؟ این گروه آدمخواری که الان دارن پیشرفت میکنند و شهرهای مختلف عراق رو به تصرف در میارند و این ارتش چند هزار نفری عراق که فرار کرده و در واقع بی پناه گذاشته مردم رو، میخواستم پیرامون این گروه و اتفاقاتی که داره میفته و پیامد احتمالی اون برای مردم و برای مردم مملکت ما توضیحاتی بفرمایید. بله، موضوع عراق یک موضوع پیچیده است، به خاطر اینکه از یک طرف وضعیت داخلی عراق بسیار مقشوشه، به این علت که حکومتی که بر سر کار هست یک حکومت شیعی است و سنی‌ها و کردها رو نقش درجه یک در اون نداده و بیشتر نقش اونها تشریفاتی است. آقای مالکی از موقعی که سر کار آمده وزارت دفاع رو و امنیت رو تقریبا خودش اداره میکنه و وزارت نفت و دیگر وزارتخانه های پولساز هم در اختیار وزرای نزدیک به خودش است. این کار زمینه رو آماده کرده که سنی های عراق و کردهای عراق بسیار ناراضی باشند. شیعه ها هم خیلی از حکومت مالکی راضی نیستند، به خاطر اینکه شیعه ها هم فکر میکنند که مالکی یک نوع حکومت خودی ها رو برقرار کرده و اکثریت شیعه هم در این حکومت نقشی نداره. در چنین زمینه و با توجه به اینکه اصولا عراق کشور قبیله‌ای است و هنوز تعصبات قبیله‌ای و تعصبات طایفه‌ای بسیار در اون قوی است، گروهی که قبلا عربستان سعودی و قطر ازش حمایت زیادی میکردن و دلیل حمایتشون این بود که ایران سالها با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سعی داشت که بدنه ناراضی سنی و خشمالود مسلمین کشورهای اطراف رو جذب. قطر و عربستان و سعودی به خاطر اینکه این شانس رو به ایران ندن سعی میکردن گروه‌های رادیکال اسلامی رو با پول و تجهیزات مجهز کنند، اونها رو در صحنه جنگ‌های غیر منظم یا پارتیزانی فعال کنند تا این کار باعث بشه که جوانان سنی جذب حکام ایران نشند و بیشتر جذب این گروه‌های رادیکال اسلامی بشند، اونها رو در خارج از مرزهای خودشون مشغول می‌کردند در نقاطی که ناآرام بود
تا به داخل خودشون هم سرایت نکنه و به این ترتیب یک سیاست رو بر علیه ایران پیش میکنه. البته ناگفته نگذاریم که شروع این حرکت های اسلامی سنی مسلک در منطقه از طالبانی شد که در دوره ریگان تجهیز شدن بر علیه شوروی سابق و در حقیقت القاعده از درون این طالبان که بعدها حکومت شوروی رو بیرون کرد و حکومت رو در افغانستان به دست گرفت بیرون آمد و امروز گروه داعش در حقیقت شاخه از اون القاعده است که در درون طالبان شکل پیدا کرد. بنابراین سه حکومتی که این جن را از شیشه بیرون کردن، یعنی آمریکا، ایران و عربستان سعودی و به نحوی قطر، امروز از این فراورده خودشون در حقیقت به شدت در حراس هست و این فراورده دست جمعی که هر کدوم به دلایل صرفا تاکتیکی و نه با دید بلند مدت استراتژیک کمک به وجود آمدن اون کردن، ایران به این لحاظ که میخواست نفوذ خودش رو در منطقه زیاد بکنه، عربستان و سعودی و قطر به این دلیل که میخواستن جلوی ایران رو بگیرن، جلوی نفوذ ایران رو، و آمریکا به این دلیل که میخواست شوروی سابق رو شکست بده، این جریان رو به وجود آوردن. ولی امروز جریان قوی شده که بر موج نارضایتی ها در مناطق مختلف مثل سوریه یا عراق سوار شده، بیش از 30% سوریه رو در اختیار داره و شاید بیش از 1/4 عراق امروز در حیطه تصرف داعش است. البته داعش یک گروه یک پارچه‌ای نیست، بیش از در بعضی از نقل قول‌ها گفته میشه که بیش از 14 گروه مسلح نظامی از جمله باقی مانده های بعث در اون مشغولن. ابتدا به اون کمک مالی کردن، البته اکنون و پس از تصرف موسل و دسترسی گروه داعش به بانگ موسل، میدانید که ثروت زیادی را از اونجا تاراج کرد و امروز گروه پولداری است و از اینجا و آنجا هم تسلیحات درجه یک نظامی به دست آورده، در رهبری اون هم عده تحصیل کرده هستند و بنابراین با توجه به تسلطی که به تاکتیک ها و فنون نظامی جنگ های غیر منظم داره، توانسته است که با تکیه و نارضایتی مردم سنی اغلب شهرهایی را که سر راهش بوده تصرف کنه و امروز خبر رسید که یک میدان نفتی سوریه را هم به تصرف خودش درآورده و بنابراین نفت هم برای فروش و هم برای مصرف خودش در اختیار خواهد داشت. مهندس شریعت مداری، در مورد پالایشگاه بزرگی که اینها قصد گرفتنش رو داشتن در عراق چی؟ اون رو این پالایشگاه رو موفق به تصرفش تا اونجایی که خبرها آمده نشدن. این پالایشگاه رو ارتش عراق هنوز در تصرف داره ولی دائما در جنگ و گریزن و اگر اونجا رو بگیرن در حقیقت اغلب شهرهای عراق من جمله بغداد از کمبود سوخت رنج خواهد بود و روحیه مردم به شدت آسیب خواهد دید. خب نسبت به تأثیر این اوضاع در ایران در کشور خودمون گفتید، از یک طرف امید به این که یک عراق یک پارچه‌ای بمونه نیست، از طرف دیگه کردها از این موقعیت استفاده کردن تا کرکوک پیش آمدن برای اینکه در حقیقت اگر پیش نمی آمدن این شهرها رو داعش می گرفت. اینطور نبود که اگر عراقا کرکوک رو تصرف نمی کردن دولت مالکی می توانست مالک اونها باشه، ولی پس از تصرف کرکوک آقای بارزانی امروز به مجلس خودش پیشنهاد داده که یک رفراندوم برای استقلال قسمت کردنشین عراق بگذارن و در مصاحبه های خودش گفته که دلیلی وجود نداره که ملت کرد سرنوشت خودش رو تعیین نکنه و ما نمیتوانیم تا ابد در این وضع نابسامان در حقیقت سرنوشت خودمون رو
به سرنوشت حکومت متزلزل و رو به اضمحلال عراق گره بزنه. خب از یک طرف استقلال کردها میتواند در کردستان ایران تأثیر بسزایی بگذاره، از طرف دیگه ممکن است که قسمت های شیعی عراق اگر جدا بشن و اگر عراق تجزیه بشه، ایران متحدین بسیار قوی در قسمت بزرگی از عراق داشته باشه. از طرف دیگر علاوه بر ایران، عربستان سعودی هم نگران است. امروز 30,000 از ارتش خودش رو به مرزهای عراق برده که در صورت تجزیه عراق او هم از این خانه یغما بی نصیب نماند. البته بهانه او این است که از تسری تروریست به داخل مملکت خودش نگران، ولی مسلم است که انسان 30,000 ارتش رو فقط به خاطر مبارزه با تروریست ها در یک مرز مستقر نمی کنه. بنابراین اوضاع از همه طرف اوضاع حساسی است. احتمال تأثیرش هم به ایران هست، هرچند این احتمال کمه، چون ایران در حقیقت مسلط‌تر به مرزهای خودش نسبت به کشورهای منطقه است. ولی به هر صورت داعش ادعایش این است که خلافت اسلامی رو برقرار خواهد کرد و ایران هم جزو این خلافت اسلامی است به زعم او. بنابراین خطر بالقوه نسبت به مملکت ما هم وجود داره، هرچند که هنوز محسوس نیست یا هنوز ریسک بالایی ندارد. ولی ایران هم در مرزهای خسروی و مرزهای غربی کشور آماده باش اعلام کرده و مراقب ترددات و آمده شده اون سوی مرزها هست. آقای مهندس شریعت مداری، اشاره کردید به اشتباهاتی که پاره از کشورهای خارجی کردن در مورد نیرو بخشیدن و یا تقویت نیروهای تروریستی مثل امروز داعش در گذشته. آیا میشه اینها رو مقایسه کرد با اونچه که امریکا در افغانستان سالها پیش انجام داد و در واقع با کمک به گروه‌های در واقع میشه گفت تروریست دیگه، گروه‌هایی مثل القاعده اونها رو به جایی رسوند که وسائل و سلاح‌های خیلی پیشرفته‌ای رو در اختیار داشتن و ما شاهد بودیم که چه مصائبی رو به وجود آوردن برای جهان؟ بله، متاسفانه در گذشته آمریکا میگفت که ما تروریست خوب و تروریست بد داریم. تروریست خوب اونه که در جهت منافع ما باشه. ولی امروز واقعا این تعریف‌ها دیگه صادق نیست. آمریکا قادر به کنترل تروریست هایی که زمانی باش همکاری میکنن در دراز مدت نیست. در حقیقت قدرت های بزرگ امروز میتوانند کشورهای کوچک رو از بین ببرن، نابود کنن، ولی قادر به ساختن مجدد اونها و برقراری نظم و انضباط دموکراسی در اونها نیستن. و این ضعفی است که کشورهای بزرگ مدت هاست از خودشون نشون میدن. قدرت بسیاری در تخریب دارن ولی قدرت کافی برای مهار دوباره و بازسازی این کشورها ندارن. بنابراین استفاده از نیروهای تروریستی برای مقاصد کوتاه مدت مانند جنگ با یک دشمن قوی یا با یک کشور منطقه میتواند بسیار اقوا کننده برای نیروهای امنیتی باشه، ولی اگر به عواقبش فکر کنن و فکر کنن که چه هزینه‌ای برای این نیروها که در آینده رشد خواهند کرد و کشورها را متصرف خواهند شد و از طریق تصرف این کشورها و برخی از مناطق و تبدیل این کشورها به کشورهای ناکارآمد یا فیلد استیت، این نیروهای تروریست پایگاه‌هایی خواهند داشت که خواهند توانست تروریسم رو به همه جهان صادر کنند و از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی هم در امان نخواهند بود و میلیاردها باید هزینه کنند تا جلوی ورود تروریسم رو بگیرن و همچنین آزادی شهروندان خودشون رو هی باید محدود کنند و این محدود کردن آزادی شهروندان باعث عدم رضایت اونها خواهد بود و
و عدم رضایت اونها سطح مشروعیت و پایگاه اجتماعی حکومت ها رو پایین خواهد آورد. بنابراین در یک نگاه این نوع استفاده تاکتیکی از تروریسم به صلاح کشورهای دموکراتیک نیست و اصولا از لحاظ اخلاقی هم در محدوده اخلاق کشورهای دموکراتیک قاعدتا نمی گنجه و تخلف از این معیارهای اخلاقی است. آقای مهندس شریعت مداری، در مورد با سواد بودن گروهی از کسانی که با داعش دارن همکاری میکنن و این که ما شنیدیم بسیاری از کسانی که همونطور که اشاره کردید ناراضیانی هستن که از این حکومت رو برگردوندن، از آقای مالکی رو برگردوندن و آمدن به امید این که وعده هایی که بهشون داده شده جامعه عمل به خودش بپوشونه، اولا واقعا بین این گروه هایی که در واقع از نظر مذهبی و از نظر فناتیزم مذهبی خب در رده های بالا قرار دارن و تعصبات مذهبی مهمترین هدفشون رو تشکیل میده، آیا واقعا هستن گروه های تحصیل کرده ای که با اینا دارن همکاری میکنن یا اونها به خاطر نوع دیگری از منافع با داعش همکاری میکنن؟ نه خیر، متاسفانه امروز چیزی که به اسم فاندامنتالیسم نوین اسلامی معروفه اغلب کادرهاش از طبقه متوسط و افراد تحصیل کرده است و این دلیلش این هست که دموکراسی غرب در حقیقت در خاورمیانه طوری بد عمل کرده که طبقه متوسط و فهیم و تحصیل کرده هم در حقیقت تحقیر شده خودش رو حس میکنه و بنابراین از راه پیوستن به این گروه های فاندامنتالیست مبارزه خودش رو با غرب میخواد پیش ببره. آقای اوباما خیلی سعی کرد که چهره دیگری از آمریکا رو در خاورمیانه نشان بدهد ولی هنوز موفق نشده که گروه های متوسط شهری کشورهای خاورمیانه رو با این تصویر جدید آمریکا خوب بده و اونها رو از این خشم و کینه مفرطی که نسبت به غرب دارن دور بکنه. البته این نفرت و خشم محصول سالیان دراز حمایت یک پارچه از اسرائیل بوده و امروز که آمریکا یک سیاست معتدل تری داره قاعدتا سالها طول خواهد کشید تا این تصویر آمریکا در خاورمیانه عوض بشه و جای تعجب نیست که هنوز این تصویر عوض نشده. اما علاوه بر اون داعش یک گروه یک پارچه نیست، به همین دلیل آقای اوباما و آمریکا توصیهشون به عراق این هست که دولت مالکی باید سنی ها و کرد ها رو در حکومت خودش شرکت بده و اگر شرکت بده گروه هایی که به داعش پیوستن یک پارچه نخواهند. آقای مهندس ببخشید بین صحبتتون، آیا واقعا خیلی دیر نیست حتی اگر بخواد مالکی چنین کاری رو بکنه؟ بله، نه تنها دیره بلکه تجربه قبلی میگه که موقعی هم که مالکی میخواست دولت خودش رو تشکیل بده بیش از یک سال و نیم طول کشید تا گروه های عراقی توانستن بر سر یک دولت توافق کنن. یعنی اگر امروز هم آقای مالکی استعفا بده معلوم نیست که حتی بین خود سنی ها و بین شیعه ها چنان دعوایی نشه و بین کرد ها چنان دعوایی نشه که تشکیل یک دولت ماها و یا یک سال طول بکشه و این کار باعث بشه که نظام فعلی هم از بین بره. بنابراین واقعا خوشبینی کمی من نسبت به این که وحدت عراق حفظ بشه دارم و بیشتر فکر میکنم که عراق به سمت اضمحلال و تجزیه میره. متاسفم. خیلی متشکرم. آقای مهندس، یکی از خبرهایی رو که ما شنیدیم در طی هفته گذشته این بود که ایران چندین جنگنده خودش رو به عراق فرستاده، هواپیماهای جنگی رو که البته دولت عراق عنوان کرده که اینها رو از دولت روسیه خریده، اینها جنگنده های روسی هست و گفته میشه همون جنگنده هایی است که در زمان جنگ ایران با عراق در واقع خلبانهاش پناه بردن به ایران و پناهنده شدن به ایران و این از اون زمان در ایران بوده و همون هواپیما هاست.
در این مورد چه اطلاعاتی میتونید در اختیار بینندگان بگذارید؟ بله، اطلاعات دقیقی در دست نیست، ولی این گمان زنی هست که هواپیماهایی رو که صدام حسین به خاطر اینکه در بمباران آمریکایی‌ها از بین نره به ایران داد و ایران اونها پس نداد، امروز دوباره با خلبانهای ایرانی به عراق آمده و بر له مالکی برای بمباران مواضع داعش ازش استفاده میشه. اینکه این چقدر صحیحه هنوز منابع دقیقی وجود نداره، ولی به هر صورت احتمالش زیاده، برای اینکه منابع روسی تا حالا هیچ تأکیدی بر معامله هواپیماهای دستوقم سخو با دولت مالکی نکردن، البته ضد اون رو هم نگفتن و بنابراین همچنان این خبر در حالی از ابهام به سر میبره و هیچ کدام از طرفین شایعه رو نمیشه به طور قوی تایید یا تکذیب کرد. خیلی ممنونم آقای شریعت مداری. حالا به فرض این که این هواپیماها وارد میدان بشن، آیا در مبارزه با گروه داعش که یک گروه غیر منظم و چریکه هست و تروریستی، آیا با از روش جنگ های منظم و استفاده از سلاح های مثل هواپیما واقعا میشه استفاده کرد؟ بله، تا حدودی میشه این استفاده رو کرد در جاهایی که اونا اردو دارند، ولی خب جنگ با یک گروه نامنظم یک جنگ نیست و باید در میدان هم نیروهای زمینی عمل کنند. نیروهای متعلق به مالکی بسیار ضعیفند در این مورد. البته ایران هم خیلی طرفدار موندن مالکی بر سر قدرت نیست. بله. برای اینکه فکر میکنه این کار امکان نداره. ایران بیشتر فکر میکنه که اگر عراق تجزیه نشه، یک نیروی حزب الله مثل لبنان و مثل اینکه در سوریه میخواد به وجود بیاره، در عراق هم به وجود بیاره. آقای مقتدی صدر با بیش از 10,000 نفر و اسلحه سنگین هفته پیش رژه رفت و نشون میده که نیروهای وابسته به ایران در اونجا دارای اسلحه کافی و نفرات کافی هستند و ایران میخواهد که نیروهای وابسته به خودش رو در اونجا نگه داره که یک حالت پارلمانی نظامی مثل حزب الله لبنان داشته باشن. این مدل ایران در همه کشورهایی است که در اون میخواد نفوذ داشته باشه و اگر عراق تجزیه شد، اون وقت یک دولت شیعی وابسته به ایران و هممرز با ایران وجود خواهد داشت که ایران در حقیقت در یک سطح مهمی از عراق نفوذ قابل توجهی رو پیدا خواهد کرد. اون که ایران رو ممکنه به جنگ مستقیم واداره، حمله داعش به شهرهای مقدس شیعی یعنی کربلا، نجف و سامرغاست. و اگر این کار به وقوع بپیوندد، ایران تحت تأثیر افکار شیعیان ایرانی مجبور و شیعیان جهان مجبور به دخالت خواهد شد، علی‌رغم میل خودش، برای اینکه ایران تصمیم نداره که مستقیما به این جنگ کشیده بشه. ولی اگر چنین سناریویی اتفاق بیفته، اون وقت ایران علی‌رغم میل خودش باید در این جنگ شرکت کنه و شرکت در این جنگ به معنای درگیری بین شیعه و سنی در ابعاد دیگه است و به نفع ایران نیست در حقیقت. خیلی ممنونم آقای مهندس شریعت مداری. در مورد نکاتی که در آغاز گفتگوی خودمون مطرح کردم، یکی این صحبت‌های پنجشنبه گذشته آقای خامنه‌ای و البته شاهد مسائل دیگه‌ای بودیم، از جمله مسئله ازدیاد جمعیت که درست مخالف اون چیزی است که روزی روزگاری ایران به عنوان بهترین کشور برای کنترل جمعیت شناخته شده بود در آمارهای سازمان ملل. این داستان چیه؟ یعنی واقعا این دمدمی مزاج بودن آقای خامنه‌ای و تصمیم‌های خلق‌الساعه‌ای که می‌گیره، حالا هم مسئله دانشجویان رو مطرح کرده و البته پاکسازی دانشگاه‌ها از بهترین و زبده‌ترین اساتید ما، این رو به چه صورت می‌بینید؟ در وقت کوتاهی که باقی مونده به این قسمت از برنامه، ممکنه توضیحاتی در این زمینه بفرمایید؟
بله ببینید این انقلاب ها وقتی به وجود میان خب مالک افکار عمومی هن. اون موقع آقای خمینی در حقیقت افکار دانشجویان رو هم به نوعی مانیپول میکرد و کنترل میکرد و خیلی مایل بود که اونا در صحنه سیاسی باشن چون به نفعش دانشجوها عمل میکردن، سفارت میگرفتن، مخالفین رو افشا میکردن و از این قبیل. و امروز چه دانشگاه بر علیه این حکومت آقای خامنه‌ای میترسه که اینها سیاسی بشن یا سیاست در دانشگاه بیشتر نفوذ کنه و میداند که در صف مقدم مبارزین همیشه دانشجوها بودن و به خاطر این وحشت میخواهد اونها را از این که در سیاست دخالت کنن باز بدن. نسبت به جمعیت که میفرمایید، آقای خامنه‌ای در حقیقت گوشت دم توپ و بسیجی مجانی گرسنه میخواد و بنابراین فکر میکنه که اگر جمعیت ایران زیاد بشه و این جمعیت در حقیقت بیشترشون به قشر محروم تعلق داشته باشه، خب فرزندان اینها رو میتونه به نوعی در داخل بسیج و نیروهایی که با قوت لایموت به خدمت او در میان و محصول میشن در بیاره و بنابراین در حقیقت طرفدار جمعیت زیاد هست و علاوه بر اون فکر میکنه که این جمعیت زیاد جمعیت باعث خواهد شد که قشرهای ناآگاه زیاد بشن و نفوذ روحانیون و حکومتی روی اینها زیاد باشه و پایگاه حکومت گسترش پیدا بکنه، برای اینکه به شدت نگران این هست که در سالهای اخیر طبقه متوسط با وجود اینکه از لحاظ مالی بسیار ضعیف است، از لحاظ فرهنگی پیش رفته و پایگاه حکومت ضعیف شده و طبقات محروم هم بر علیه حکومت شدن، حال سعی میکنه با این زاد و ولد به قدری مردم رو محتاج بکنه که اونا به ناچار نافر حکومت باشن و در حقیقت رعیت او باشن و او بتواند که پایگاه حکومت رو به این ترتیب تکثیر بکنه. البته این رو فقط یک ذهنی این کار رو میکنه که به هیچ وجه به فکر مملکت نباشه و فقط در فکر ادامه قدرت خودش باشه، وگرنه هر ذهن سلیم و فکر عاقلی میگوید که ابتدا هر خانواده‌ای که میخواهد بچه ای رو به این دنیا بیاره باید به فکر تأمین هزینه زندگیش، به فکر تحصیلش و به فکر بهداشتش باشه و به فکر آیندهش باشه و این چیزهاییست که در ایران امروز حتی برای جمعیت فعلی وجود نداره. بنابراین ایشون با بیمسئولیتی خامل فقط پوشت دم توپ و افراد محتاج رو میخواد که از احتیاج اونها سوء استفاده کنه. خیلی ممنونم آقای مهندس شریعت مداری. 2 دقیقه وقت داریم، در این 2 دقیقه بفرمایید که آیا واقعا با این شرایطی که الان مردم ایران دارن واقعا با سختی زندگی میکنن، ما تصاویر رو میبینیم از کارتون نشین ها و کسانی که در کارتون شبا میخوابند و تعداد بیشماری از کسانی که واقعا برای قوت لایموت خودشون دچار مشکل هستند، آیا واقعا این میتونه خریداری داشته باشه بین مردم ایران یا اینکه در واقع تلاش مذبوحانه است از طرف رژیم برای افزایش جمعیت؟ نه، خیلی در وضعیت فعلی موفق نیستن. مردم ایران فرهنگ کنترل خانواده رو بین خودشون اشاعه دادن و به خوبی آگاه هستن که به وجود آوردن فرزند بدون که انسان قادر به تامین آتیش باشه امر خطایی است. بنابراین من فکر نمی کنم که ایشون موفق باشه، موفقیت ایشون بسیار کم خواهد بود، نهایت تلاش رو خواهد کرد. شما می بینید که امروز امتداد مجاری تناسلی مردان و زنان رو میخوان به وسیله قانون در حقیقت جلوگیری کنن، کورس‌های ضد بارداری رو ممنوع میکنن، از منابع دائما دارن تبلیغ میکنن که فرزند بیشتر آینده بهتر و از این قبیل، ولی البته همه این تلاش ها تا کنون تیریست که به سنگ پرده و امیدوارم که موفق نشه.
خیلی ممنونم آقای مهندس شریعت مداری. آقای مهندس شریعت مداری در هامبورگ هستن در کشور آلمان و در برنامه‌های دیگری لطف کردن با من همراه بودن. ازشون خداحافظی میکنم، بهشون شب بخیر میگم. میدونم که الان دیر وقت هست در اونجا و با همه شما بینندگان عزیز و گرامی که لطف کردید و به این برنامه توجه کردید خداحافظی میکنم تا هفته آینده، با تشکر مخصوص از امیر درخشان کارگردان فنی برنامه. آقای مهندس خیلی ممنون و از شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم، خیلی ممنونم. شب شما بخیر.